سلام دانشجویان عزیز، امروز درس دهم خود را شروع میکنیم. پیش از همه ماه شریف مبارک رمضان را به همه شما مبارک باد میگم. خب اول در جمله هایی که در درس نهم نوشته بودم در زیر ویدیو اونها را خوندن ترجمه میکنم. خب این حال مقایسه نمایید. I see Karim. من کریم را میبینم. He is in the park. Why در پارک است. Karim sits down in the bench. Karim در یعنی در میز در کرسی گیم یعنی خرق میگم و در کرسی میشیند. This is a tree. این درخت است. The tree is green. درخت سبز میباشد. We have an apple tree in our street. خب our street کوچه ما میشد. We have an apple tree in our street. ما در کوچه امون درخت سیب داریم. We have یعنی ما داریم an apple tree درخت سیب in our street در کوچه امون. یعنی درستر ترجمه کنیم، یعنی به شکلی که باتوجیکی چگونه ما ترجمه کنیم، ما در کوچه امون درخت سیب داریم میشد. I see the white bus. من اتوبوس سفید رو میبینم. The bus goes to Mira Avenue 5. اتوبوس با خیابان میرا 5 میرود. یعنی خیابان پراسپکت می شود با انگلیسی اوینیو. I live in the street صدرالدین عینی 10. من در کوچه صدرالدین عینی 10 زندگی می کنم. The teacher sits on the chair. معلم در کرسی می شنند. یعنی چهار کرسی که چهار پا دارد. اول چهار می گویم. بنچ در درس نهم فهمیده بودم. یعنی میزی که عادتا در باغ‌ها است درست. اول رو بنچ می گویم. خب امروز درسی دهم در کلمه های درس دهم. When کی این چونی وقتی کی. بروسی یک ترجمه دارد. کگدا. مثال کگدا بو مالیکی. وقتی که من کودک بودم. ما وقتی که در زبان تاجیک میگیم این کلمه دو ترجمه پیدا میکنن، یعنی هم سوال میتیم مثل کدام کای و این چونین. وقتی که لکن در زبان روسی یک ترجمه است کگدا. نپریمیر کگدا ویدیل یو، وقتی که من او را دیدم. لیبا کگدا تی ایدیش من را باتو که تو با کار میروی مثل لکن با کار میروی. خب when کای وقتی که tomorrow یعنی tomorrow نمیگویم، همه حرف رو استفاده نمیکنیم، همین حرف رو حرفی یکونش کوتاه کرده. یعنی tomorrow پگا زفت. یعنی today امروز، yesterday دیروز، yesterday. بعضی مقصد بعد در بعضی تلفظ هایی که مقصد افرو امریکانس هاست یا که دیگر تلفظ های هندی هست yesterday این چونین هم تلفظ میکنم، لیکن شرطی انگلیسی yesterday دیروز. Always همه وقت یعنی فسیگدا بروسی گیم. شاید بعضی بروسی میفهمن. کافی یعنی کافی. اکنون با زبان ادبی تاجیکی بگیریم قهوه میگیم. تی چای واتر نه نیستیم ترجمه. خب واتر آب. تو درینک نوشیدن. اینی حال نو گفتن همونم که یعنی درسی ده هم تا درس پانزده هم همه یعنی قسمی بگینر یعنی لی اوروینی بگینر زبان انگلیسی رو در بر میگیرد. برای همین کلمه های آسان ساده و اینچونین تن و فهماندگی های کلمه ها و مثال میبیاریم در داخل جمله ها. خب کلمه when وقتی که شما چی گونه میتوانید این کلمه رو استفاده برید. خب مثال خوکنه این دوست کارو خوب باش. خب When کی یا وقتی که. مثال ما چه میفهمیم که همین کی گفته ایستاده است یا که وقتی که. اصلا منطق مضمون جمله حاضر من دو جمله مثال میبیارم. When do you go to school?
خب من اینجا گفت سکو یک کلمه دیگه When I come to school, I see our teacher. Oh, I hope the test that I pick do kalima when is to the one of when. یعنی از روی جمله چیکار از ترجمه جمله چیکار میفهمیم کدوم میهمین چی هست یعنی خب علامت سوال سوال داده است در همه موارد که جمله اگر سوالی باشد در اونجا معنی این when کی میشود مثال when do you go to school شما کی خب به مکتب میروید خب کلمه دو مثال در اینجا چی برای چی ترجمه نمیشه برای اینکه وقتی کلمه سوالی میبینیم مثال when you go to school وقتی که شما مکتب می روید When do you go to school؟ یعنی دو کمانه علاقه منوی آن رو دارد که سوال یعنی جمله سوالی است برای دو رو می مونه پیش از جانشین خب When do you go to school؟ شما که با مکتب می روید When I come to school, I see our teacher یعنی دیده اسلام سوالی نیست و این چونی کلمه دو هم در بین استفاده نشده است یعنی وقتی که When I come to school وقتی که من با مکتب می آیم کم اومدن من گذشته بودم درس بود نبود کم اومدن خب مثال When I come to school وقتی که من با مکتب می آیم I see our teacher من معلممون رو میبینم یعنی آ تیچر معلم ما شرط اسم در این جمله بگم من معلم ما رو میبینم یعنی هم معلم ما منطقا ترجمه میکنه معلممون میشه یعنی معلممون آدمی خوب است که معلم I see our teacher من معلممون رو میبینم وقتی که من به مکتب میایم من معلممون رو میبینم خب واردم کلمه رو فهم است سوال ها رو میتونید در کامنتری حتما نیستید خب سه کلمه زیرین یعنی tomorrow, today, yesterday tomorrow پگو, today امروز, yesterday مثال when do you go to school مثال شما کنید آن کتب میروید شما بتوانید در همه جا خب شما بتوانید در همین جا نمیسته که tomorrow 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 I go to school to school خب یعنی ترجمهش این که من پگاه با وقتا میرم یعنی اون کسی شما پرسیده است when you When you go to school, tomorrow I go to school. یا که مثال میپرسم work کار بود. When do you go to the work? یعنی to work. Tomorrow I go to work. خب در کورسی elementary میگذاریم کلمه های will یعنی چگونه درستر و پراتر استفاده بودن جمله رو. در اینجا جمله یعنی به شکل گراماتیکی دیگه نه اونقدر درست است لیکن به هر حال میفهمن یعنی اگر به شکل گراماتیکی گیریم وقتی که زمان آینده است چیزی که در زبان روسی بودیت نپریمیر هست مثالی بر در زبان انگلیسی will هست مثال tomorrow will tomorrow I will go to school یعنی باید ما حتما اگر گیریم به شکل گراماتیکی درست جمله ترتیب دهیم باید کلمه will رو بعد جانشین I بگذاریم یعنی tomorrow I will go to school من پگو به مکتب خواهم رفت یعنی عملی که اجرا نشده گه زمانی آینده در نظر دارد کلمه ویل حتما مونده نرکن لیکن این رو ما در یعنی در اولوینی المنتری خواهیم گذاشت
این و یک چند دیگر موضوع اویدی گراماتیکا. خب در سوال شما میتونه جواب دید When do you go to school؟ شما که به مکتب میروید؟ Tomorrow I go to school. پگو من به مکتب میروم. یکی مثال Yesterday همچنان Yesterday I was in the park. Yesterday I was in the park. Yesterday یعنی دیروز میشود. Park was بود. یعنی I was من بودم. I am من میباشم. I was من بودم. Yesterday I was in the park. دیروز من خب در باغ بودم. یعنی دیروز من در پارک بودم. گویا میشود. خب کلمه today I am in the park. مثلا بچه yesterday ما میتونیم کلمه today رو بونیم. خب اتو مقصد دیده است دیگر تده است این زمانی گذشته در نظر ندارد من بودنه من می باشم یعنی I am Today I am in the park امروز من در باغ می باشم خب همچنین کلمه always مثال I always drink a coffee I always drink a coffee. Oh. I always drink a coffee. من always همه وقت یعنی دائم بررسی بگیم اگر برای بعضی بررسی فهمو تر باید شاید ممکن باشد یعنی دائم پستانه مثلا یا پستانه پیو کافی I always drink a coffee. من دائم کافی نوشیده میستم یعنی من دائم کافی می نوشم یکی همچنین شما اگر دوست داری چای باشد I always drink a tea. مثال چای خمون با زبان تجکی کبوت میگیم اینان باید سبز بگیم چای سبز لیکن مقصد هم افتی کبوت میگن هم که در کتاب هم کبوت و مندگی رفتری است لیکن در زبان روسی اگر احمد داده بشه چای کبوت سینی چای نیو زیلیونی چای نیو یعنی چای سبز در زبان انگلیسی هم چای سبز بگن یعنی گرین سبز چای تی گرین تی چای سبز I always drink a green tea. شما می توانید کافی نه green tea نیست. اگر دوست داری چیزی باشه. Green tea یعنی چای سبز. I always drink a green tea. من دائما چای سبز می نوشم. مثلا یکی می نویسد English. English. خب می توانیم English رو در جای I نیسیم English people oh it's English people آدمان می شود یعنی آدمانی انگلیه یعنی انگلیچان ها English people always
میتی and so English people always drink a green tea. آدمان انگلیا دائما چای سبز می نوشند. انگلیچانی پستان پیوت زلیونی چای. آدمان انگلیا دائما چای سبز می نوشند. خب همچنین واتر. مثال من آب نوشیدن می خواهم. مثال کلمه واتر خفی مثال می بیاریم. من می خواهم. یعنی اول کلمه می خواهم. من اسم بعدی جانشین. I want to drink. I want to drink a water. I want to drink a water. من آب نوشیدن میخواهم. خب دائما میگم باز گفتم خب دائما گفتم باز میگم که یعنی ما عینا ترجمه نمیکنیم. مثلا من میخواهم نوشیدن آب. این شکل گراماتیکی ترجمه و زبان ترکی خطا میافتد. برای ما منطقی همون معنای همین چه هم معنی چه ترجمه کنیم. یعنی همین آدم گفته است که من آب نوشیدن میخواهم. خب to drink وقتی که تو با فعل اجا اومد نوشیدن من آب نوشیدن میخواهم. یعنی اگر تو اومده باشه در زبان ترکی ما پسورد فعل ایلو برنا میکنیم. خب برای امروزا درس دهم خیلی در نظرم کوتاه اومد. خب گفتی نه با همین درس دهم خیر خوش میگیم. درس یازدهم رو انتظار باشد. خب گفتم اونم که درس یازدهم در نقش است که زود برایت در کانال. خب کلمه های زیری رو میتونید بخونید، ازیاد کنید. این چونی چونه که من جمله ها میسال بردم میتونید جمله نمیسید. خب با شما خداحافظی میکنم. تا دیدار دانشجویان عزیز. درس 11 رو انتظار باشید. خب جمله هایی که یکچند جمله ها ترتیب میدهم در زیر همین ویدیو خواهم گذاشت. حتما ببینید، حتما ترجمه کنید و در درس 11 جمله ها رو خواهم خوند و ترجمه شما رو میگویم که چگونه میشود ترجمه درست شما رو. با شما خیلی تو درس 11.